بازیگر الان منتقل میشه توی بله. نقش که قبلا کمتر منتقل میشه بله. نقش و در واقع کمتر این بازیگر بیشتر راه اصلا من تو پیشنهادایی که مثلا به هم میشم این هست، مثلا به من زنگ میزنن میگن ما این نقش رو داریم ولی ما صرفا مثلا این چارچوب رو نوشتیم، منتظریم که بازیگر بیاد بسازتش. نسل جوون اینو میگه، نسل جوون فیلم، نسل جوون بله اینو بیشتر میگن که یعنی ما اینو داریم ولی قرار نیست که این بره جلوی دوربین، قراره که بازیگر حالا چه من باشم چه هر کس دیگه اضافه بشه و از یه جایی به بعد و با هم پیش ببرن. دنبال این هستن که بازیگر با خودش یک چیزهایی بیاره و به کار و به نقش اضافه کنه و نقش رو بسازه در واقع، در صورتی که قبلا شاید اینطوری بوده که نقش رو میساختن صرف تا صدش رو مشخص میکردن و بیشتر به یک اجرا کننده احتیاج داشتن که بیاد بله اون رو اجرا بکنه، در صورتی که الان نه، بازیگر میدون یعنی مثلا بعضی وقتا به من میگن این همینه، من حالا شاید حرف زیاد جالبی نمیزنم ولی تو دلم میگم که خب ما که مثلا بعضی وقتا با بعضی از کارگردانا میگن که نه این باید همینطوری باشه، اصلا حاضر نیستن که از جاشون تکون بخورن. آره من میگم خب شما برید انیمیشن بسازین اگر فکر میکنین که حتما همون چیزی که فکر میکنین قراره اتفاق بیفته، در صورتی که بازیگر خب یعنی دنیای امروز فکر میکنی دنیای تفاهم بین بازیگر و کارگردان کاملا دنیایی که در واقع یعنی بازیگری امروز باید در دل این تفاهم در بیاد کارگردان حتما. و نسل جوانم به این میاندیشه همینطور که تجربه بسیار و فکر میکنم نتیجه خیلی بهتری هم میده وقتی که اون تعامل، منظورم این نیستش که حتما بازیگر باید یه حرفی بزنه و قبول بشه، یعنی من به عنوان بازیگر میرم میگم مثلا این اتفاق و اگر این اتفاق غلط باشه من باید قانع بشم که چرا غلطه تا بتونم اجراش کنم. من راجع به خودم میگم من اصلا نمیتونم به من بگم بیا این دیالوگو بگو، اگر احساس کنم که اون دیالوگ اونجا نباید گفته بشه یا این میزانسنی که من نمیتونم اجراش کنم منطق برام نداره، باید قانع بشم تا بتونم اجراش کنم. وگرنه شاید در 90% مواقع من دارم اشتباه میکنم ولی احساس میکنم دیگه اینجوری نیستش که به صورت مکانیکی برم بگم خب من میام وای میسم اینجا دیالوگمو میگم و بفهمم که چرا این اتفاق داره. این درک خیلی مهمه. بله گفتی یه سری بازیگرای جوان اومدن که خیلی خوب بازی میکنن به یک سری بازیگری اگه اسم بخوای ببرید بازیگر جوان هم نسل خودت چه اسمی داری تو ذهنی؟ میشه اسم نبرم؟ از بازیگری قدیمی چه اسمی میتونی ببری؟ میشه بازم اسم نبرم؟ ترجیح میدم اسم نبرم، نمیخوام که مثلا الان اگه از بپرسم نظر داشت به هدیه تهرانی که دسته آلودک بازی کرده چیه؟ چی می؟ اسطوره است. نظر تیه بپرسم راجع به لیلا حاتمی که فیلم اینا آخر اصلا اینا نظر نمیخوام، اینا مشخصن، اینا واقعا ستونهای بازیگری ما هستن. اصلا بپرسم ترانه علی دوستی چی نظر؟ ترانه علی دوستی من واقعا الگومه، واقعا الگو، یعنی واقعا دوست دارم برسم به جایی که ایشون هستن الان. یعنی الگو ترانه علی دوستیه که بهش برسید؟ بسیار بسیار، من همه کارشون رو دوست دارم، بازیشون رو دوست دارم، اخلاقشون رو، اصلا همه چیشون. فیلم قهرمان اصغر فرهادی رو دیدی؟ بله. نظرت چیه؟ خیلی دوست داشتم اون فیلم رو. چه خوب؟ خیلی. من فکر میکنم شاید هنوز یه ذره باید فکر کنم ولی به نظرم من از همه کارهای آقای فرهادی بیشتر دوستش داشتم. چه خوب. و بازیگاهاش رو خیلی دوست داشتی؟ بازیه فوق‌العاده بود، یعنی امیر جدیدی که اصلا عجیب غریب بود به نظرم. من یه دوست سینمایی دارم که با هم صحبت میکردیم میگفتش که اصلا من نمیفهمم چجوری یه آدم میتونه از تمام چیزی که هست خارج بشه، حرف زدنش، میمیکش، صورتش، راه رفتنش، مو استایلش، اصلا امیر جدیدی رو توی این فیلم میبینی احساس میکنی مثلا یه آدم ریزنقش کوچیکه، اصلا کاملا از فیزیکش حتی خارج شده. دیدی اون خانم شیرازی هم چقدر خوب بازی کرد؟ همه، من اتفاقا چند وقت پیش داشتم یکی از دوستان همه شیرازی عالی بازی کرد، صحبت بازی گرفتن بود، یه کارگردانی به یکی از دوستای بازیگر من گفته بودش که من احساس میکنم که تو بیشتر از این نمیتونی بازی کنی، یعنی این انتهای بازی بوده که میتونستی بکنی. من گفتم که خب این صحبت درستی نیست، میشه از بازیگر بازی گرفت. تو وقتی اصغر فرهادی باشی توی یه لانگ شات سیاه لشگر اون ته هم داره درست بازی میکنه و جاش کاملا درسته.